گلیمراد و علیشیر ترکمن، دو شاعر، یکی از تاجیکستان و دیگری از ازبکستان، هر دو در روسیه مهاجری کاری هستند. میگویند که زندگی دور از وطن موضوع اشعار آنها را دیگر کرده است. یاد نویر چایی که در دیه است، یاد همه ها میکنم. خواهر و خواهرچم را یاد کردم. بچه های بچه هم را یاد کردم. هم منیجه، هم یوسف، خواهر و دادرچم را یاد کردم، بچه های بچه هم را یاد کردم، هم منیجه، هم یوسف، هم میهنم، سمرت ایدچم را یاد کردم. شاعر از تاجیکستان گلیمراد قریب 30 سال باز در روسیه کارو زندگی میکند. در اول هر سال موسم کار به آنجا میرفت و دوباره به وطن برمیگشت. اما سالهای آخر دور و دراز در آنجا مانده است و در ساختمان کار میکند. علیشیر نورماتوف که با تخلص علیشیر ترکمن شعر مینویسد، در ترمیز ازبکستان و در خانواده کارگر به دنیا آمده است. میگوید نوشتن شعر برایش سبکی میآورد. اگر یگان روز ننویسم بد می شود. روزها و هفته ها خودم را می خورم. چرا که همان احساسات، همان کیفیت درونی، فکرها بیرون ریخته نمی شوند. عذاب می کشم. علیشیر در شرکت یاندکس برساندن خوراک رستوران و کافه ها به مشتریان مشغول است. گلیمراد در ساختمان کار می کند. وای مهاجرت را چاره مجبوری می داند. سالهای جنگ شهروندی بود، وضعیت خیلی بد شد و ما برسی یک کوچ بستیم. مهاجر این خورشید کمتلو را میماند. مهاجر ماهتاب کمنمو را میماند. انقترش درست کرده گوییم با عباره روسی، مهاجر سوریمن غلام است. مهاجر گشتم، راه کردم گم، کجا رهبر، کجا صنعت، کو انجام. مرا در شأن شعر و شاعری، مرا در شأن شعر و شاعری نه، مرا در مردکاری دیده مردم. عقیده علیشیر درباره مهاجرت دیگر است. مهاجرت یگان چیزی بد نیست. رزق خود را چیده گشتیم. همه امان در این دنیا مهمان هستیم. کوچمنچی هستیم. کوچیده آمده ایم. وقتش رسد کوچیده می رویم. شعرهای گلیمراد در رادیو تاجیکستان و سرود سرایندگان صدا می دهند. و چند مجموعه اشعار هم به چاپ رسانده است. علیشیر در حال آماده کردنی اولین کتاب شعرهای خود است. هر دو مهاجرت را موقتی می دانند و در آرزوی بازگشت به وطن هستند، جایی که به گفته‌شان شعر آنها شنونده و خواننده دارد.